منابع حقوق بشری ایران از شرایط نامساعد وخامت حال چند زندانی سیاسی در ایران طی هفته گذشته خبر دادند. بیماری، عدم رسیدگی پزشکی و سلول‌های انفرادی از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی در ایران با آن روبرو هستند. با همکارم احمد باطبی در استودیو به بررسی آخرین اخبار رسیده از زندان‌های ایران می‌پردازیم. خواهش میکنم. اخبار حوزه حقوق بشر در هفته گذشته خصوصا زیاد بود، ولی به طور مشخص در مورد زندانیان سیاسی که وضعیت جسمانی خوبی ندارن اخبار متمرکز بود بر دو زندان اصلی ایران، یعنی زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین. گروه فعالان حقوق بشر و دموکراسی اعلام کردند که آقایان بهروز جاوید تهرانی، صالح کهندل، فرزاد مددزاده و محمد علی منصوری به دلیل نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندان‌ها، به زندان 209 زندان اوین یعنی زندان وزارت اطلاعات منتقل شده و به گفته این منبع حقوق بشری تحت فشار و بازجویی قرار دارند. در خبر دیگری، ماشاءالله حائری از زندانیان سیاسی دهه 60 که اخیراً مجدداً بنا به دلایلی دستگیر شده بود و در زندان رجایی شهر در واقع نگهداری می‌شد، به دلیل عارضه قلبی به زندان به بیمارستان دی تهران منتقل به در اونجا بستری شد. مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشری گزارش داده که آقای حسین رونقی ملکی، معروف به بابک خرمدین، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که اخیراً دو بار تحت جراحی قرار گرفته بود به خاطر مشکل کلیه، با مرخصیشون موافقت نشده. این در حالیه که پزشکی قانونی به طور مشخص اعلام کرده که ایشون میبایست در خارج از زندان و تحت شرایط آزاد و بهتری به درمانشون رسیدگی بشه و اگر این اتفاق نیفته احتمال عفونت مجدد کلیه برای ایشون وجود داره، ولی با این وجود با مرخصیشون مخالفت شده. قاضی صلواتی ایشون رو به 15 سال زندان محکوم کرده بود و الان به حال این دوره رو دارن میگذرونن، شعبه 15. همینطور حشمت الله تبرزدی، مدتی پیش خبری مبنی بر مشکل قلبی ایشون منتشر شده بود، هفته گذشته هم اخبار از وخامت حال ایشون بود. من گفتگوی انجام دادم با پسر ایشون در تهران که اگه اجازه بدیم با هم ببینیم. خواهش میکنم. قلب و اون فشار ایشون همچنان به قوت خودش باقیست، درد کمر و چشمی که و ضعیف شدن بینایی تازه قبل هم در ایشون برای ایشون آفرد شده بود همچنان باقیست و شدت بیشتری پیدا کرده. متاسفانه از اونجایی که در زندان پزشک متخصص وجود نداره، بلکه پزشک عمومی هست، اونا هم در حد همان معالجات اولیه تونستن کمک کنن. در حال این نگرانی همچنان باقیست. البته باید بگم که در ملاقات های بعدی که مدوشون با ایشون وضعیت روحی خوبی برخوردار بودن. در حال ما دنبال گرفتن یک مرخصی و یا پیگیری های این چنینی هستیم که بتونیم ایشون رو در بیرون از زندان به شکل مؤثری درمان کنیم. ایشون 8 سال حکم دارد، متاسفانه حکم در دادگاه غیر علنی به ایشون داده شد. در حال این وضعیت نابسامانی هست دیگه، یعنی از اونجایی که مقامات پشت درهای بسته این احکام سنگین رو برای زندانی ها بریدن، تو این 12 سال واقعا ایشون ظلم مضاعفی برای ایشون ایجاد شد. آقای باطبی، آیا مسئولین زندان پاسخی برای این عدم رسیدگی های پزشکی داشتند یا نه؟ مسئولین زندان و مسئولین قضایی عموما تا الان همیشه وقتی که خبری مبنی بر عدم رسیدگی پزشکی منتشر شد تکذیب میکردن و میگفتن زندانیان همیشه بهشون رسیدگی پزشکی میشه. اما روزنامه اعتماد در هفته گذشته مطلبی رو منتشر کرد و به نقل از آقای اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، اعلام کرد. ایشون در گزارش به مجلس به صورت تلویحی از شیوع برخی بیماری ها در زندان گفته و عدم رسیدگی پزشکی، و اعلام کرد وقتی 3 برابر حد مجاز ظرفیت زندانی نگهداری میشه مسلما نمیشه به همشون رسیدگی کرد. سپاسگزارم از احمد باطبی. خواهش.